از مدتی پیش شنیده بودم فردی علاقمند به حرفه سنگ تراشی با جمع‌آوری سنگ از دامنه کوه‌ها و تراشیدن اونها گوهر گرانبها رو از دل سنگ سخت بیرون میاره. به منزل این هنرمند رفتم. من از بچگی تو جیبم همیشه قلوه سنگ بود. بله. چه استفاده ازش می‌کردی؟ همیشه لمس می‌کردم، لذت می‌بردم. انقدر می‌تراشیدم به زمین، اینو گردش می‌کردم، خوشگلش می‌کردم. بعد یکی میومد میگفت آقا اینو بده به من، گفتم آقا مالشو. جالبه بدونید آقای نوروزی تا 3 سال پیش که کار تحقیق و جمع‌آوری سنگ‌ها رو آغاز کرد، اطلاعات چندانی در این زمینه نداشت. اما امروز با پژوهش و تلاش شبانه روزی تونسته در زمینه انواع سنگ‌های قیمتی صاحب نظر بشه. 1709 تو کره زمین عقیق شناسایی شده. هنوز باز میگن هنوز 1/3 هم نیست. این عقیق زمانی که به وجود اومده، دریچهش بسته شده، بخارش تبدیل شده، اینا رو درست کرده. این زلایی که خود طبیعت بهش داده، بریلیان تراشی بهش میشه. حالا پشتش هم عقیقه. یعنی یه سنگ با 2 تا خاصیت. آثار این هنرمند گوهرتراش برای تزیین انگشتر و گردن‌آویز در خارج از کشور هم دوستداران زیادی داره. اونایی که نیومدن خارج بودن اینجا براشون گرفتم، فرستادم، مخصوصا برای پسرم که در استرالیاست. سنگ‌های عقیق و شجر و سنگ‌های بالاخره تزیینی دیگر که موبپسند من بوده. گوهرتراشی مصداقی خوب برای این ضرب‌المثل معروفه: عاقبت جوینده یابنده بود. باجی این عقیق میشه؟ بله. برش و تراشیدن سنگ و بیرون آوردن گوهر زیبایی که در دل سنگ جا داره کاری دشوار و تنها با عشق و انگیزه امکان پذیره. فراموش نکنیم حمایت از گوهرتراشی یعنی پشتیبانی از حرفه‌ای که اشتغال زاست. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان رباط‌کریم.